گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گرین سوتینیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دومی چند دقیقه که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. روحوی ویرونا در منطقه های الوهیده توجیکستان و دوری مرکز های تیبی مشکلات زیادی را برای زنان حامله‌دار به میان میارند. حالت های زیادی به قید گرفته شدند که زنان در راه به سوی بیمارخانه در داخل ماشین تولد میکنند و در این حالت کمک رسانشان اکثرا راننده های ماشین میشوند. ادامه موضوع در گزارش امان جان محیدینف. سفرگل 12 سال دارد. اورون از ایکونش با شوخی سفرگلی مسکویچ میگویند، چون اورون مادرش در داخل ماشین زمان شوروی معمولی مسکویچ در راه به سوی بیمارخانه تولد کرده است. سفر 9 ساله را هم مادرش در راه به سوی بیمارخانه تولد کرده است. وقتی که در اینجا دکتر نبود مادر من کسل میشود، وقتی که به بالنیسه رفتنی میشود مرا در راه تولد میکند. سفرگولا سفر تنها کودکانی نیستند که در راه داخل ماشین تولد شدند. در دهیل لازوری نوحیه وش کودکانی زیاده در راه بسوی بیمارخانه تولد می شوند. این دهه از مرکز نوحیه وش 45 کیلومتر دور است. در میانی کوهای جایگیر شده است که حرکت ماشین ها در همه فصل سال دشوار است. زمستان حرکت ماشین ها غیر امکان می گردد. در این دهه که بیش از 70 خانواده به سر می برند، بنگاه طبی نیست و کسی آنجا به حیث دکتر کار نمی کند. در آن بسوی بیمارخانه زنها را ممادایا دریاگل غفورو همراهی میکند که معلومات پوره میونه هم ندارد. به گفته این زن، او همه کاری که از دستش میاد انجام میدهد که زنان را به سلامت تا بیمارخانه رساند. رایونی بخش میریم ایج زایندر سربان میبریم، سربان قبول نمیکنه، میبریم خرابولا قبول نمیکنه، مگر رایون تون بخش اوج به توج میبریم و زایندر دره بودا تولد میکنه، تولد میکنه، اگر دره بکنه میگردونه میریم، اگر قربی همو بیمارخانه نکنه همه دروری مامو درون دیگه میبینش. همه رایونی بخش هیچی به همه قشلاغ یاردم نداره، نه در آبوش، نه در دختورش، نه در یکان چش یاردم نمیکنه مروخ. او با تسبش بلند کنه آیجه میگیره سربان میبره، سربان قبول نمیکنه، میگه ای گوداگ خیلی شده اما کجا تو را قبول میکنه، میبرش تو بخش که او گوداگ خواهی که تمام میکنه. سفر کبیر ساکینی دهه لالازار ماشینی سبوگراو دارد. میگوید که همدهگان برای رساندن بیماران تا به بیمارخانه به او بسیار مراجعه میکنند. 5 نفر زن در ماشین او تولد کردند. سفر کبیرف تمامی لوازمات برای رساندن کمک اولیه طبی را در ماشینش دارد. از حادثه اخیر چنین نقل میکند: شب من در خونه خواب بودم و یک همسایه جیغ زد بیرون برآمدن، گفت اویلم بیمار شده است و به مرخونه بودن در کار. من ماشین داشتم تاکسی می کار میکردم، انا رفتم همسایه را گفتم 45 کیلومتر راه دور است از شهر ما، از سبب راه دور بودم اون زن در راه تولد کرد، دیگر بیمارخانه نبردم و از رو گردانده به خونه آوردیم. به سبب بیمارخانه طبی که نیست تنخیصی بیسا میکشیم، میگیم کسل میشه کودک گوه میشه ماشین نمیوبیم در نمیشه عذاب میکشیم، میگیم اپنسین میشه و یک حساب می دکتر و بانک طبی نبودن و خیلی عذاب میکشیم. محوطن از زنهای میباشد که داخل ماشین تولد کرده است. به گفته او فرزند اخیرینش را 5 سال پیش با مرگ دست و پنجه نرم کرده تولد کرد، اما با گذشت این قدر وقت و از بهبود نداشت و مشکلی جای داشت تا هنوز باقی مونده است. مشکلی ما ای حضیات دکتر نداریم، رای حلال نداریم، او نداریم، سه کسالی هست در خانم خواهی دکتر نیست که وره اوکل کنه، حس میکنم بردن پلکنین که داروش گرفتیم جان نیست که بر خانه تا اوکل شکیجه دکتر نیست، خیلی ها بداد ممبره سوخ فرزندون نگاه کنن، خنون نگاه کنن، ما هم آدم جمعیتیم، ما هم در این توجیکستان زندگی میکنیم. سید جعفر سفرف کارشناس عرصه بهداشتی در وادی وش بر این نظر است که مقامات از مشکلات مردم روستاهای نواحی دوردست را که یکیش نارسایی پزشکان و بنگاه‌های طبی میباشد خوب میداند. جناب سفر پیشنهاد دارد که توجه سازمان‌های خارجی که کمک رسان هستند برای بازسازی این بنگاه طبی جلب باید کرد. مشکلی هست که واقعا هم باید حل شود، چون که سلامتی در ماده اول میسد به جز این در کنستیتوسیا نیست. حفظ سلامتی هر شهروند از جمله حفظ مادر و کودک کفالت داده شده است و واقعا هم خیلی زندگی دشوار است در اون ناحیه‌هایی که اونجا بنگاه طبی نیست، بخصوص اون ناحیه‌هایی که در کوهستان جای گرفتن و زمستان اونجا تا
نیم متر برف میزند و این میتواند که یک خطر به جان مادر و کودک باشد، میتواند خطر به سلامتی مردم باشد. ساکنان دهه لاله‌زار بارها به حکومت ناحیه برای حل مشکلشان مراجعت کردند، اما نتیجه جز وعده‌ها چیزی دیگری نیست. عبدولی قربانوف یک مسئول شعبه تندرستی و حفظ اجتماعی حکومت ناحیه وش میگوید که مسئله نارسایی پزشکان در دهه لاله‌زار به مشکلات مالی ربط دارند. از سال 2010 تا همین وقت ما قریب 33 بنگاه طبی ساخته و استفاده بودیم. همین خیلی حرکت کردیم با جلب صاحب کارو. البته حرکت میکنیم که تو جشن استقلالیت در همون جلب حدود جماعت مشهد زیاده از 3 تا بنگاه طبی به استفاده داده شد. بنگاه طبی ساختن باید که یک شماره معین باشه، خوجگی معین باشه، یا که اهالی شمارش معین یکی مزور اهالی باشه، یا که 300 خوجگی باشه. اینجا در 14 یا 15 20 خوجگی ساختمون کردن بنگاه طبی و بعد مبلغ گذاری کرده دادن از طرف دولت هم عین است بخ برای مثال شماره کم. طبق اطلاع رسمی در ولایت خطان حدود 100 دکتر نمی رسد. این مشکل در 20 دهه ولایت وجود دارد. حکومت وعده های زیاد برای حل مشکل می دهند، اما معلوم نیست که کی این وعده ها عملی می شوند و در دهه ها بنگاه های طبی به فعالیت شروع می کنند. سفرگل و سفرعلی و سفرما که در راه تولد شدند الکی به مکتب می روند، اما تا هنوز نمی دانند که در حالت های اضطراری به کجا مراجعت نمایند. امان جان محیدینوف، ولایت خطلان. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکلی خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44 640 10 11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باش ما بودامان فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.